اشکان لطفا از جزئیات گزارش روزنامه جرزلین پست بیشتر برامون بگو. بله، خب روزنامه جروسالم پست این خبر رو به نقل از چند مقام امنیتی منتشر کرده. یکی از این مقامات همونطور که گفتید گفته که در 3 سال گذشته 10 ها بار اسرائیل به در واقع به اهداف متعلق به حزب الله حمله کرده. یک سری دیگه از مقامات گفتن که حزب الله در واقع به شدت توانایی‌هاش ضربه خورده بر اثر این حملات. یک مقام امنیتی دیگه به جروزالم پست گفته که سطح بازدارندگی اسرائیل در برابر حزب الله در خاک لبنان بسیار بالاست. این در حالیه که مقامات دیگر امنیتی به همین روزنامه گفتند که حزب الله با کمک جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای یک حمله احتمالی از خاک سوریه به سربازان اسرائیلی و یا به پشت جبهه اسرائیل. بر اساس این گزارش در واقع محموله های تسلیحاتی از ایران برای حزب الله از طریق زمین و هوا و دریا به سوریه میرسن و بعد حزب الله تلاش میکنه اونها رو به نزدیکی مرز اسرائیل در بلندی های جولان بیاره و اونجا پایگاه هایی رو درست کنه، اما هر دفعه این پایگاه ها هدف حملات اسرائیل قرار گرفتن و در واقع حزب الله نتونسته به اونها واکنش نشون بده. در بخش دیگه از این گزارش هم گفته شده که نهادهای مختلف اسرائیل از موساد تا رکن اطلاعات ارتش و نیروی هوایی و زمینی در این حملات در واقع با همدیگه همکاری کردند و از طرف دیگه هم گفته شده که در حالی که در واقع ایران شاهد این هست که به نیروهاش در سوریه حمله میشه از جمله در پایگاه تنف، اما ایران هم نمیتونه به این در واقع به این حملات واکنشی نشون بده. و نهایتاً اینکه همزمان با این گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارشی منتشر کرده که بر اساس اون جمهوری اسلامی داره شبه نظامیان خودش رو وابسته به خودش رو از شرق سوریه و از عراق به مناطق غربی‌تر سوریه از جمله دمشق و نزدیکی مرز اسرائیل منتقل میکنه.